یه تعریفی میخوام از خوشبختی بهتون بدم. خوشبختی چیه؟ من اینکه این تعریف رو بدم با یه قصه شروع میکنم. همیشه تاکید دارم قصه ها لزوما واقعیت تاریخی ندارن، اما همواره حاوی اطلاعات بسیار مهم و ارزشمندی درباره ما و زندگیمون هستن. میگن یک روزی یک پادشاهی که همه چیز داشت و ثروت بسیار زیادی داشت، کلافه و بی‌حوصله، گفت خدایا چرا احساس خوشبختی نمی کنم؟ چه کنم؟ به ذهنش میرسه که هر آنچه که داره و نداره رو بفروشه و تبدیل به طلا کنه و همین کارو میکنه. تمام سکه های طلا رو میریزه داخل یه خورجین، خورجین رو میندازه رو گردنش، سوار بر اسب. پادشاه کجا میری؟ میگه میرم دنبال پیر خردمندی بگردم، دنبال یه فرزانه‌ای بگردم که راه رسیدن به خوشبختی رو به من نشون بده. و شروع میکنه حرکت کردن، میره و میره و میره تا اینکه بهش میگن بله مسیر رو درست اومدی. در روستای پایین یک مردیه به نام نصرالدین، اون میتونه راهنماییت کنه و سوالت رو جواب بده که تو چگونه به خوشبختی برسی. پادشاه خوشحال از اینکه بالاخره مقصد رو پیدا کرده میره به اون روستا، از اسبش پیاده میشه و میپرسه نصرالدین کجاست؟ میگن که الان میاد، اونها داره میاد. میبینه یک مرد مندرسی نزدیک میشه. نصرالدین میاد نگاش میکنه، میگه بله با من کاری داشتی؟ میگه بله استاد. ای استاد به من بگو راه رسیدن به خوشبختی چیه؟ من چه کنم تا به خوشبختی برسم؟ نصرالدین یه نگاه عاقل اندر صفیح به پادشاه میندازه، میگه که اول بگو تو اون خورجین چیه؟ میگه این خورجین همه داراییمه، من پادشاهی بودم، همه چیزم رو فروختم، تبدیل به طلا کردم و تمام ثروتم داخل این خورجینه. میگه خب بده به من. میده خورجین رو به نصرالدین. نصرالدین تا میگیره پا میذاره به فرار، میره 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 و این پادشاه گیج و مبهوت میشینه، میزنه تو سر خودش و میگه ای وای، من با خودم چه کردم؟ هر آنچه که داشتم و دادم و رفت. شروع میکنه گریه کردن و رو سرش زدن. مردم که از اونجا رد میشدن نگاش میکنن، میگن به به، استاد داره درسش رو عملا میده. پادشاه یه نگاهی به مردم میکنه، میگه استاد چیه؟ این دیوانه بود، استاد نبود، پولای منو دزدید، باید برید بگیریدش. مردم لبخند میزنن و سر و علامت تایید تکون میدن. بعد از یکی دو ساعت که پادشاه دیگه مایوس و خسته از گریه نشسته بود و نمیدونست که چی کار کنه، میبینه که از دور نصرالدین داره نزدیک میشه. وقتی که میاد پادشاه کاملا مبهوت و متعجب میگه تو اومدی؟ نصرالدین میگه بله من اومدم. بیا بگیر خورجینتو، بگیر خورجینو. میده به دست پادشاه. پادشاه توشو نگاه میکنه و میچسبونه به سینش، میگه آخه خدایا شکرت، خدایا شکرت، هر آنچه که داشتم رو هنوزم دارم. و نصرالدین بهش جمله قشنگ میگه، میگه من راه رسیدن به خوشبختی رو به تو یاد ندادم، من خود خوشبختی رو بهت دادم. این خوشبختی. دوستان قصه تموم میشه، شما از این داستان چه نتیجه میگیرید؟ چه نتیجه میگیرید؟ باید افکارتون رو بنویسید رو کاغذ. قصه ها قرار ما رو به تفکر و تأمل وادار کنن، ما رو ترغیب کنن که بیاندیشیم. من جایگاه کیو دارم؟ جایگاه پادشاهی که غر میزنه و میگه خدا یا خوشبختی کجاست تا من برم به دستش بیارم؟ نکته درون داستان اینه، میگه اون چیزای ارزشمندی رو که داری انقدر بهشون عادت میکنی که دیگه نمیبینیدشون. وقتی از دستش میدی تازه میفهمی چقدر قیمت داشته، چقدر ارزش داشته، چقدر اصلا مهم بوده. کاری که نصرالدین میکنه همینه. نصرالدین تمام دارایی پادشاه رو برای مدتی میگیره و میگه حالا قدر میدونی. باز شما باید الان با گفتن این قصه یاد فیلم سوپر استار بیفتید. در این فیلم شهاب حسینی نقش یک سوپر استار رو بازی میکنه که اسمش در اون فیلم کوروشه، که حالا یه دختری میاد به اسم رها و میگه من دخترتم، که ما کاری به اون نداریم. کوروش در این داستان، در این فیلم، فردیه که خیلی موفقه، محبوبیت داره، همه براش دست میزنن،
پول داره، ثروت داره، شهرت داره، آزادی داره، مقید به هیچ کس و هیچ چیز نیست، ولی خوشحال نیست، خوشبخت نیست. چرا؟ چرا خوشحال نیست؟ چون با همه اون چیزایی که داره رابطه برقرار نکرده. نماد قشنگی که تو فیلم میبینید هدایایی که بهش دادن و همه اون هدایا و نامه ها همونجور در بسته اون گوشه قرار گرفته. یعنی اینکه ما خیلی چیزا داریم که حتی سمتشون هم نمیریم تا ازشون لذت ببریم، تا ببینیم چی هن. ما خلوت نداریم. بعد همین آدم، همین کوروش تو خونه خودش عکس خودش رو بزرگ کرده و به یه قسمتی از دیوار خونش زده، خیلی بزرگ. با وجود اینکه عکس خودش رو بزرگ کرده، ولی بازم خودش رو نمیبینه، تأمل نمیکنه، دائم مشغوله. شب زنده داری داره، دوستای متعدد داره، تفریح داره، پارتی داره، اما خوشحال نیست، عصبیه و هر کسی که در مسیرش قرار میگیره به نوعی اذیت میکنه. کسی که از زندگیش راضی نیست، کسی که با خودش رابطه خوبی نداره، آدمایی که در میدانش قرار میگیرند رو به راحتی اذیت میکنه، تحقیر میکنه، ناسزا میگه، صرف نظر از اینکه چقدر داشته هاش زیاده. میخوام به این نتیجه برسم که فکر نکنید اگر بیشتر از اینی که امروز دارید میداشتید خوشحالتر از الان بودید. اگر بیشتر از اینم داشتید، خوشبختی نتیجه هوشمندی ماست، یعنی نتیجه شعور و آگاهانه زیستن نسبت به هر آن چیزی که داریم، رابطه گرفتن با داشته هامون. و یه فرد خوشبخت کسی نیست که همیشه خوشحاله، کسیه که یه زمانهایی خوشحاله و یه زمانهایی ناراحته و میدونه که ناراحته و به خودش میگه اشکالی نداره که ناراحتم، الان وضعیت یه طوریه که لازم من میزانی ترس یا خشم یا اندوه داشته باشم و این انسانیت منو نشون میده. ولی اون هیجان ناخوشایند همه وجود من رو نمیگیره، اون هیجان مالک من نمیشه، من مالک وضعیت زندگیم هستم. داستان اینه دوستان، ما با خودمون رابطه خوبی نداریم، با داشته هامونم رابطه خوبی نداریم، انقدر نسبت به داشته ها بی توجهیم که دچار بی‌حوصلگی میشیم، مثل یک بچه، مثل یک کودک که اتاقش پر اسباب بازیه، بعد از اتاقش میاد بیرون به مادر پدرش میگه من حوصله‌ام سر رفته، یک کاری کنید. بعد اونا فکر میکنن مسئولن که اقدامی انجام بدن یا فرزندشون رو به جایی ببرن تا فرزندشون خوشحال بشه. میگن باشه عزیزم، ناراحت نباش، میبریمت شهر بازی. همین کارو میکنن. بعد این بچه یاد میگیره به تدریج در زندگیش، وقتی بزرگترم میشه، وقتی حالش بده، به سمت یه چیزی بره، یه گروهی بره، یه کاری کنه تا موقتا و کوتاه مدت حالش خوب بشه. ممکنه دوستش بهش یه چیزی رو بده، بگه اینو استفاده کن حالت خیلی خوب میشه، چون این بچه طاقت موندن در شرایط ملال رو نداره، بی‌حوصلگی رو نداره، کلافه میشه. خب بحث ما خوشبختیه. یه آدم خوشبخت کسی نیست که تو زندگیش مشکل نداره، کسیه که میدونه مشکلاتی داره که قرار حلشون کنه، ولی اعتراض نمیکنه بابتشون. هنوزم میتونه به جنبه های خوب زندگی لبخند بزنه و بابت اونها خوشحال و شکر گذار باشه. یه آدم خوشبخت کسیه که یه چیزایی رو از دست داده، ولی تمام تمرکز و توجهش به از دست داده هاش نیست، بلکه میتونه اون چیزایی رو که داره ببینه و بگه که چقدر خوبه که من اینا رو دارم، چقدر خوشحالم. این لازمش ارتباط من با خودمه. تو بحث استرس و مدیریت استرس میگن ببینید مهمترین علت ایجاد استرس چیه؟ مهمترین علت ایجاد استرس خود ما هستیم. مهمترین عامل ایجاد استرس ما هستیم. یه نکته هم بهتون بگم، یکی از دوستان من مبتلا به کرونا شده و خیلی حالش بده.
البته یکی که نه، تعدادی از دانشجوام تماس دارن در این مورد. یه نفرشون میگفت خانم فلا حالم خیلی بده، خیلی، و یعنی حال بدنیش خیلی بده و نمیدونم چی کار کنم، احساس میکنم دیگه تموم داره میشه و اینا، چه کنم، راهکار بدید و اینا. گفتم من بابت چی به تو راهکار بدم؟ راهکار بدم چی کار کنی؟ حالت خوب بشه، بیماریت خوب بشه، یا استرست خوب بشه؟ گفت من نمیدونم، من نمیدونم سوال اصلی چیه. گفتم آها، راهکاری که من به تو میدم برای اینکه بتونی روانت رو که فرمانده وجودته درست کنی تا بتونه رو جسمت اثر بذاره، چند تا نکته است که من این چند تا نکته رو البته دیروز بهتون گفتم، لیستی از اقدامات. یکیش اینه که از اخبار بیرونی فاصله بگیر و آروم بگیر، یه زمانهایی فقط باش، ساکت ساکت شو. درسته که عبارات تأکیدی مثبت، تکرار عبارات تأکیدی مثبت خیلی روحیت خوب میکنه، ولی یکی از کارها اینه که یه جاهای عبارت تأکیدی رو هم نگی، ساکت بودن رو تمرین کنی، ساکت بشی، ساکت فقط باشی. این کار البته که دشواره، برای کسی که تا حالا انجامش نداده سخته، ولی ارزش داره. همین به تو انگیزه میده تا تغییر کنی. و اینکه مراقب باش، خود بیماری تو رو از پا در نمیاره. فکر کردن به بیماری به این شکل که ای وای کرونا کشنده است، من حتما میمیرم، این خیلی قویه، باعث میشه بدن تو در مقابل اون میکروب فلج بشه، از کار بیفته و او رو بدن تو غلبه کنه. پس چیزی که تو نیاز داری یک ارتباط قوی با خودته، برای اینکه در مقابل اون واقعیت قوی برخورد کنی، قاطع برخورد کنی. اجازه ندی که ترس برات داره. موقعی که بترسی، موقعی که هول بشی، دست و پاتو گم کنی، باختی. باختن از اینجا آغاز میشه. برمیگردم به بحث. گرچه که ما مشکلات زیادی داریم و مشکلات تموم نمیشه، فقط از شکلی به شکل دیگه در میاد، همیشه هست و یکی از علل اصلی ایجاد این مشکلات خود ما هستیم. تک تکمون مسئولیم. اصلا فکر نکنید که بگردید بگید نه اون یکی مسئولیتش بالاتره. همه مسئولیم. اگر من مسئولیت شغلی ندارم تو جامعه، وزیری نیستم، معاونی نیستم، نماینده مجلسی نیستم، اما در جایگاه خودم به عنوان یک انسان مسئول اندیشه هام هستم، مسئول اینم که چقدر از ذهنیت من در طی روز با فرامین منفی، پارازیت، جملات منفی نسبت به موقعیت های مختلف خارج میشه، یا نمیتونم خیشتنداری کنم به این معنی که جمله های منفی من روی بدن و اتمسفرم تأثیر میذاره، ولی میتونم کار دیگه ای انجام بدم بدون اینکه ناسزا بگم. یه خورده دقت کنیم، ما چاره ای نداریم جز اینکه از مهمترین نیروی وجودیمون، یعنی اندیشمون، به درستی استفاده کنیم. افکارتون رو صرف سرزنشگری نکنید، یک کاری انجام بدید، کاری که بتونه محیطتون، بدنتون، اطرافیانتون رو، انرژیش رو بالا ببره، حالتون رو بهتر کنه، پاکسازی انجام بده. خب چیزی که میخوام بگم اینه، من دیروز بهتون تمرین دادم، قضاوت نکنید، یعنی یک هفته فقط مراقبه کنید، سرزنش نکنید، مراقبه کنید، بعد ببینید چقدر این کار سخته، ببینید چقدر ما هر لحظه داریم این کار رو انجام میدیم و توجه بهش نمی کنیم. قراره که یاد بگیریم که چگونه کیمیاگر بشیم، یعنی مثل وجودمون رو تبدیل به طلا کنیم. یعنی چی؟ یعنی حالا قیمت پیدا کنیم، یعنی ارزش پیدا کنیم، یعنی قدرت اثرگذاری داشته باشیم. برای این کار باید نسبت به رفتارهای خودمون هوشیار باشیم. این هوشیاریه، این خودنظارگریه، گام بسیار مهم برای اثرگذاری در پیرامونه. پس لطفاً دقت کنید که این ارتباط با خود رو بهتر داشته باشید. خب من
یه تمرین دیگه میخوام بهتون بدم. تمرینم اینه که از امروز هر کاری دارید انجام میدید، سعی کنید کارتون رو با توجه و با لذت انجام بدید. هر کاری، از شونه زدن موهاتونه تا کردن لباستونه، شستن ظرف، نوشیدن یه فنجان چای، راه رفتن، هر کاری میخواید انجام بدید، به اون کار توجه کنید و سعی کنید در انجام اون کار لذت ببرید. چرا؟ چون با لذت بردن از انجام کار یا توجه کردن در حین انجام اون کار، از انجام کار انرژی دریافت میکنید. میزان انرژی وجودی که بالا میره، شما خسته نمیشید، فرسوده نمیشید و میتونید از این انرژی برای رسیدن به اهداف و مقاصد متعالیتون استفاده کنید. یاد بگیریم که این آدم مهمه، لازمه بهش توجه بشه. یه توجه مثبت، یه توجه عاشقانه. پس آهسته تر زندگی کنیم، آهسته تر و هوشیارانه تر. این خیلی نکته مهمیه. و عجله نداشته باشیم. ببینید چجوری ترمز گرفته میشه. ما خوشبختیم. اگه اینو با خودمون یادآوری کنیم، تکرار کنیم، من خوشبختم، من خوشبختم، من خیلی چیزا دارم برای قدردانی. تمرکزمون رو ندیم فقط به نداشته هامون، به داشته هامون هم توجه کنیم، خیلی اتفاقات خوب میفته. نظریه انتخاب میگه ما انتخابگر زندگیمون هستیم. ما انتخاب میکنیم با چه چیزایی روبرو شیم. لطفاً دست از گله کردن یه خورده برداریم. انتخابتون بشه توجه به وضعیت مطلوبی که دلتون میخواد پیش بیاد، اون رو بهش تمرکز و انرژی بدید تا انشالله بتونیم اول آدم سالمی بشیم، خانواده سالم، شهر سالم، جامعه سالمی رو بسازیم. و زندگی خوب ساختنیه. ما سازندهای خوبی نیستیم چون یادمون ندادن، چون یاد نگرفتیم. الان وقتش خودمون وقت بذاریم و یاد بگیریم که با کلاممون خودمون رو میسازیم، با اندیشه و تصویر سازیمون خودمون رو میسازیم، با پیام ها و واکنش هایی که به دیگران میدیم بازم داریم خودمون و زندگیمون رو میسازیم. و انشالله که بتونیم عمل کننده های خوبی باشیم.